سلام خدای چرا من هر دفعه به هولشم بالاخره انتظارها به پایان رسید چرا امروز اینجا هم که راجع تفاوت های اروپا و آمریکا صحبت کنیم از نظر کسی که نه سال آمریکا زندگی میکنه و سه ماه رفته بود اروپا گردی با من همراه باشی خیلی نورانی هم دوره سلام امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین هر جای دنیا که هستید خب من چند وقت پیش استوری گذاشتم که میخوام بیام بگم که راجع به تفاوت اروپا و آمریکا یعنی اینقدر این استوری جنجالی شد اینقدر ویو خورد ام مثلا سه برابر حالت عادی استوریام ویو خوردش بعد یک آلم آدم ریپلای کرده بودن که وای نه جون ما میخوام از, از اروپا بیایم اروپا و یه آلم آدم اینجور بودن که وای چرا اینجور فکر میکنی؟ یک آلم آدمم هم ریپلای کرده بودن که زودتر ویدیو بذار و بالاخره خدا قبول کنم من یه هفته پیش برگشتم خونه یکی از دوستام هم که خودشون رفتن ایران و بنده هستم دو روز اومدم اینجا و الان دیگه بالاخره وقت پیدا کردم که این ویدیو جذاب رو بذارم اول از همه بگم که این ویدیو قاعده و اصول مشخصی نداره و صرفن و صرفن و صرفن نظر شخص منه با توجه به جنبندی که من داشتم توی سفر سه ماه هم به اروپا که هشتا کشور رو کابر کرد نهتا تا کشور رو کابر کردم به اضافه 24 شهر رو روستا در اگه یکی بیاد بگه که نه این درست نیست اون غلطه و اینا نظر شخصی دیگه من دارم صرفا تجربه خودم رو به عنوان کسی که نه سال تو آمریکا زندگی کرده سه تا شهر بوده دو تا استیت بوده کالیفرنیا و واشنگتن اله و سن دیگو بودم و الان هم که سیاتلم میخوام تجربه شخصیم رو شیر کنم بریم که شروع کنیم اول از همه از خوبی آمریکا نسبت به اروپا میتونیم شروع کنیم این تکس مالیاتی که تو آمریکا میگیرن خیلی کمتر از اروپا هستش اینم به خاطر سیستم کپیتالیزمیه که اینجا حکم فرماه و اونجا یه همچین چیزی نیستش و سوسیالیزم برقراره و در نتیجه درآمد آدم ها در خیلی زیادش تکس تعلق میگیره مثلا بیشتر دوستای من توی آلمان بودن 46 درصد اینها میدادن سوئیس درمده بالاست تکس روی مثلا 33 درصد 36 درصد آمریکا برکت های مختلف داره که مکسیمومش فکر میکنم مثلا 25 اینا میشه مثلا درآمد خیلی بالا نمیم دقیقه شقده حدودن روی مثلا 22 اینها هستش نکته بعدی که به نظر من خیلی قابل توجه بود ورک لایف بالنسیه که توی اروپا هست و توی آمریکا نیستش <applause> توی آمریکا یه چیز مسخره هست میگن آمریکا امریکار تو آمریکا تو همش باید کار کنی تو برده کارت هستی و متاسفانه وقتی سر کار میری در لحظه مثل همین فیلم هایی که دیدین آقای رئیس هر کسی که بالا سری و شما هست میتونه بگه که خب مرسی برای مدتی که پیش ما کار کردی الان بسالتو جمع کن و برو خدافز در صورتی که توی اروپا اینطوری نیستش هم شما ورک لایف بالانس خوبی دارین وقتی که استخدامت میکنن حداقل حدودا سی روز وکیشن و سفر داری از همون اول که آمریکا اصلا همچین خبرهایی نیستش تو باید خیلی کار کنی که به اون برسی و unlimited sick days که باز اون هم اینجا شما نداری توی آمریکا وقتی که استخدام میشی یه چیزی که جدیدا مد شده PTO هست pay time off که جمع مرخصی که واسه صد سفر و تعطیلاتت هست و مریضیته مگر اینکه حالا تو شرکت های خیلی بزرگ باشی مثل گوگل و مایکروسافت و لیفت و اوبر و اینها که اونا آنلیمیتد وکیشن دارن که یه داستان دیگه است وگرنه در حالت عادی شما اینو ندارید باز دوباره برمیگردم به اروپا اروپا اگر کسی باردار باشه بچه دار بشه تا نزدیکی یک سال حقوقش رو تا 80 درصد کاور میکنن اگه کاور نکنن بیمهشون کاور میکنه و باز این رو شما اینجا نداری مگر شرکت های بزرگ توی اروپا اگه کار عجیب غریبی نکرده باشی مثلا دزدی نکرده باشی یا مثلا یه شرکت رو توی خطر خیلی گنده نذاشته باشه اصلا اخراجت نمیکنن مفهوم اخراج اونقدر وجود نداره مثل اینجا که در لحظه میگن خدافز و اگه بخواین این کار بکنن فکر میکنم یه ماه دو ماه به نوتیس میدن که تو مثلا دنبال کار بگرد مسئله بعدی بیمه است اینجا بیمه ها خب خیلی گرونه اگه شرکتتون براتون بگیره که هیچی در حالت عادی خودتون آمد یه پولی بدین اون خیلی هزینش بالاه اگه شما یک مریضی براتون پیش بیادش و مجبور بشین به آمبولانس خدای نکرده زنگ بزنین خیلی هزینه آمبولانس وحشتناک زیاد نمام هم سه هزار دلار خیلی چیز وحشتناکه در صورت دیگه در آلمان بنده فهمیدم که شما اگه کسی نداشته باشی که به برات دکتر زنگ میزنی آمبولانس بیاد شما رو ببر بیمارستان مثل تاکسی وای میستد کار تموم شد برات میگردونه خونه که خب اینو باز ما اینجا نداریم مسئله دیگه ای که هستش خوراکه های خیلی خیلی خوشمزه یا که تو اروپا شما میبینی که علاوه بر خوشمزه بودن که خیلی نکته مهمیه اینه که خوراکه که تو آمریکا هست علاوه بر اینکه خب خیلی خورمون داره توی آردها آرد زورت و سمولینا و اینها وجود داره واسه همین نون و پاستا و خمیر و این چیزها رو وقتی که میخوری یه کوچولو که میخوری بلوتت میشی سنگین میشی حس میکنی داری میتره که در صورتی که خیلی کم غذا خوردی و این خب توی ریتم زندگیت خیلی تاثیر میتونه بذاره در صورتی که اونجا دوستان صبح تا شب دارن مثلا چیزای مختلف و شیرینی و اینها میخورن چون پاستا میخورن تو ایتالیا همش دارن چیزای پیستری و خمیردار و اینها میخورن و اون احساس بلوتد بودن رو شما اصلا نداریم من وقتی که آمریکا بودم قبل از اینکه برم اروپا هر وقت بچه ها میگفتن که بریم مثلا غذا ایتالیایی من اینجور بودم که آپشن دیگه ای نداریم آخرین چیزی بود که من دوست داشتم برم و وقتی که من اونجا غذای ایتالیایی خوردم متوجه شدم به خاطر اون سنگینی بودش که به من میداد و معدم رو ناراحت میکرد در صورتی که اونجا این حسو نداشتم و من عاشق و شیدا و روانی غذای ایتالیایی شدم چیز دیگه ای که وجود داره توی آمریکا به جز شهرهایی مثل نیویورک و میامی و مثلا الی شما نایت لایف خیلی زیادی نمی بینین. اکثر شهرها از یه ساعت شب به بعد دیگه تاریکیه و کسی کار خاصی نمی کنه و خدافز خدافز نه ده شب بسته از رستوران ها با این چیزا ولی اگه آدمی هستین که نایت لایف براتون جذاب و دوست دارین تجربهش کنین خب اروپا خیلی زیاد اینو داره برلین که به کلاب هاش خیلی معروفه از جمعه تا یک شنبه کلاباش بازه جمعه شنبه یه باز بازه 24 سن. نکته دیگه که تو آمریکا هستش که خب من بیشتر اینو دوست دارم نسبت به اروپا اینه که سایز خونه ها بزرگتره خونه ها دلبازترن ماشینا بزرگترن در صورتی که توی اروپا خونه ها اصولا جمع و جورترن مگر اینکه سوبرب باشن یعنی بیرون شهر باشن خیلی و توی اون حالت خب خونه ها خیلی بزرگتر میشن ولی در حالت کلی خونه ها خیلی قدیمی چون میخوان که بافت سنتی شهر رو که مثل قبل بوده تو فرانسه و نمیدونم ایتالیا و پاریس و آلمان و خیلی جاها میخوان اون رو نگه دارن در نتیجه خونه ها اصولا خیلی قدیمی و اینا میان رینوویتش میکنن یه مقداری ولی با این حال باز خونه ها کوچولو و خیلی جمع و جورن ماشین هم اصولا انقدری که تو آمریکا دیده میشه اونجا دیده نمیشه به خاطر اینکه سیستمی که کل دولت میخوادش که مردم کایندا پیروی با ازش اینه که از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنن و سیستم حمل و نقل عمومی خیلی خوبی که دارن در کنارش مثلا شرایط گرفتن گواهی خیلی سخته توی آلمان برای اینکه شما بتونی گواهی نام بگیری نزدیک سه هزار یورو باید خرج کنی چون که باید کلاس ها رو از اول بگذرونی مثلا آمریکا اینو نداره و اینجا خیلی ارزون تر شما با 160 دلار میتونی بری بگیری در صورتی که اونجا نزدیک 3000 یورو باید خرج کنی خیلی زیاده خلاصه که این چیزیه که دولت میخواد که مردم پیروی کنن ازشو سعی کنه که سخته و پیچیده تر و گرونتر کنه سیستم گواهی که از همون سیستم پابلیک ترانسپورتیشن استفاده کن پابلیک ترانسپورتیشن تو آمریکا خیلی به در کالیفرنیا شما اگه ماشین نداشته باشی احتمال اینکه بتونی زندگی تو پیش ببری خیلی کمه به خاطر اینکه خیلی سیستم پابلیک ترانسپورتیشن فلجه و من قبل از اینکه بیام اصلا فکر کنم یک بار کلا اتوبوس سوار شده بودم که اینم خیلی نکته های اهمیتیه که ببینین که چه مدلی بیشتر دوست دارین نکته بعدی که هستش اینجا علاوه بر اینکه همه چی خیلی بزرگه مصرف گرایی خیلی زیاده مصرف گرایی که توی آمریکا هستش به واسطه فست فشن به واسطه جوگیری آدم ها به واسطه اینکه حالا خونه ها جا بیشتر داره و درآمد ها بیشتره و چه میدونم برند مختلف میان با جاهای مختلفی که بتونن لباس ها و ترند ها و مود ها رو ارزون تر در بیارن زیاد هستن واسه همین خیلی ملت خرید میکنن و اینها که اون رو باز شما تو اروپا نمیبینی ملت بیشتر ترجیح میدن که لباس های گرون تر و با دوام تر بگیرن و خیلی به محیط زیست اهمیت میدن اه انقدر که ما توی آمریکا کلا دو مدل سطل داریم خشک و تر اونجا چهار مدل بود شیشی که کلا جداه ترک آشپزخونه با مثلا چیزای دستشویی این چیزا میشه آشپز آه... زباله تر آه... کاغذ جدا و پلاستیک جدا از وقتی که من برگشتم اینجوریام که ما اون سیستم رو نداریم من الان از وجدان میگیرم که کاغذ و پلاستیک و اینا رو شیشه و اینا رو با هم دیگه یه دونه سطل آشغال بندازم در صورتی که خب همینه متاسفانه اینجا چون ما اون سیستم رو نداریم دیگه چی دیگه اینکه به نظر من آدم ها چون که آه... خیالشون از اون جهت که یهو اخراجشون نمیکنن از اینکه اگه اخراج بشن دولت خیلی کمک میکنه خیلی ساپورت میکنه اگه حامله بشن بچه دار بشن دولت ساپورت میکنه اگه بیماری اصاب بگیرن دولت ساپورت میکنه وقتی که فکرشون و خیالشون راحته که اون ساپورت مالی هستش و تفاوت مالی به خاطر اینکه کپیتالیزم نیستش و سوشالیزم هستش این تفاوت پول در آوردنشون اونقدر زیاد نیسته آدم ها به اون چیزی که دارن خیلی قانه ترن و خوشحال ترن. زندگیشون رو میکنن میرن درینکشون رو میزنن حالا عصر شب میرن تو پارک همجوری میشینن برای خودشون بچه‌ها ها خوشحال ترن شب میرن واسه خودشون بار مختلف بارهای مختلف یا واقعا میرن میشینن پارک و همینجوری تفریحات سالم و شاید کم خرج حتی دارن در که تو امریکا اینطوری نیست یه جایی مثل مثلا سان که همه شرکت های تک دنیا اونجا جمع سمت بیریا من ازش بدم میاد چون وقتی که مثلا میرم سفر اونجا فومو منو میگیره فومو چه فومو میشه fear of missing out یعنی من از زندگی عقبم و این کالچر رو شما توی آمریکا خیلی زیاد میبینید اینکه که همش حس میکنی از زندگی عقبی و بدوی هر چقدر هم پول داشته باشی این رو در خودت میبینی مثلا حتی آدمایی که دوستاییم که خیلی درآمدشون بالا مثلا 500 هزار تا 600 هزار تا البته این خیلی بالا به حساب نمیاد بالاه من قطعا در اونقدر نبوده هیچ وقت ولی اونقدر خیلی بالا به حساب نمیاد ولی حتی اونا هم اینجوری که خب بیشتر میخوام کجا بیشتر پول میده کجا برم که مثلا بیشتر بتونم پول در بیارم در صورت که تو رو پایین رو نمیبینی با اینکه در کمتره پولشون کمتره خونه هاشون جمع جورتره شاید ماشین نداشته باشن اکثر آدمها ولی اون منتالیتی و احساس این که بتونن خوشحال باشن رو بیشتر میبینی و من اونو خیلی دوست داشتم یعنی من اگه من خودم خیلی پول دوست دارم اگه پول آمریکا رو داشتم با یه چیزا دیگه که الان میگم قطعا موف میکردم میرفتم اروپا اون چیز دیگه حالا چیه خب من الان 31 سالمه 31 سال و نیممه و 9 سال پیش اومدم آمریکا. و مهاجرت خودش خیلی کار سختیه مثلا بخوای بری از اول دوست پیدا کنی ریشه بدی نمیدونم زندگی تو بسازی و همه اینها و من اگه این ترس رو نداشتم درسته زهرا برلینه ولی من برلین رو برای زندگی دوست نداشتم مثلا اگه یکی مثل زهرا رو من داشتم اینجا بود من واقعا آدم خیلی خوشبختری بودم وجود یکی مثل زهرا تو زندگی من خیلی چیز قشنگیه ولی برلین جایی نیستش که من مثلا بخوام موو کنم و تصور این که من بخوام از یک جایی که بزرگ شدم توش دیگه مثلا من 22 سالگی من من 31 سال و نیم رو هم بزرگ شده شکل گرفته و اینها بخوام جمع کنم برم یه جای دیگه از اول شروع کنم تو این سن واسه من یکم سخته سخت و سنگینه و اون باعث میشه که مثلا الان کلا جمع نکنم برم آره این هست ولی یه چیز دیگه در راسته دیتینگ مثلا دیتینگ توی برلین خیلی 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 سخته حالا ما یه لایف گذاشتیم با زهرات راجع به دیتینگ و این صحبت ها خیلی, خیلی ها که دیتینگ خیلی آدم یکم چیپن یکی از دوستان نظرشون بودش که اگه میخوای توی آنلاین دیتینگ کسی رو پیدا کنی اپ های پولی رو بریز که مثلا بدونی آلمانیه که اومده پول داده آدم خصیصی پس نیستش هرچند که بعضا شما دودولتلا رو میبینی اینجا هم که فکر میکنه که نه من واسه چی باید مثلا پول شما بدم همون دیتا اول و اینها ولی نسبت به اونجا حس میکنم که این داستان خیلی بهتره این هم یه نکته دیگه بود و آها آها یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که اینجا بلیت هواپیما خیلی گرونه یعنی مثلا من یه دفعه چک کرده بودم از اینجا چند ماه پیش برای شیکاگو فکر کنم 5 -6 ساعت راه بود 900 دلار بود بلیت چرا در صورتی که تو اروپا شما مثلا آخرین لحظه بلیت پیدا کنی با یه دونه بک پک بری زهرا مثلا میگفتش که از برلین به بوداپست با 14 یورو رفته بودش و بلیت به شهر به شهرها که حالا هیچی به کشورهای دیگه هم خیلی ارزون میتونی پیدا کنی و کل اروپا رو بگردی و این یه چیز خیلی جذابیه که تو آمریکا باید خیلی پول داشته باشی که بتونی اون کارو بکنی در صورت که تو آمریکا میتونی خیلی 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 افوردبل تر این کارو بکنی و دنیا دیده تر بشی اینا چیزهایی بودش که نظر بنده بود درسته که من اینجا زندگی میکنم و اونجا مسافر بودم ولی ابزرویشن ها و مشاهداتی بود که این مدت به دست آوردم و احساس من نسبت به این که اروپا زندگی کردن خیلی بهتر از آمریکا. امیدوارم که نکاتی که گفتم به کارتون بیاد اگر کامنتی دارین برامون بذارین اگه نظرتون حالا شبیه منه یا مخالف منه بنویسین منم ازتون یاد بگیرم سوالی هم داشتین بنویسین دیگه همین دوستتون دارم خدافز